معین وزارت زراعت وارد کندوز شده با کارمندان ریاست زراعت کندوز دیدار کرد. مولوی امان الله حسن رئیس زراعت ولایت کندوز در این مراسم گفت از اینکه کندوز یکی از ولایت‌های مهم زراعتی به سطح کشور بوده، از وزارت زراعت کشور خواست تا در خصوص رشد و ارتقای سکتور زراعت همکاری و همیاری نماید. آقای حسن افزود که تاکنون ریاست زراعت توانسته در 515 جریب زمین نهال‌های مسمر به همکاری دفتر بنیاد سال غرس نموده و از آوان آغاز کار امارت اسلامی توانسته است مبلغ 70 میلیون افغانی از بخش‌های آیدی این ریاست جمع‌آوری و به حساب دولت انتقال نماید، در حالی که در حکومت قبلی مبلغ 11 میلیون افغانی جمع‌آوری گردیده بود. به همکاری مؤسسه بنیاد صلح 515 جریب باغای قسم میوه‌دار ما مردم در سطح ولایت قندوز غرس کردیم. 515 جریب میوه‌لرون که بیلابیل باغونه در قندوز ولایت کې سکلی ممکنه بود. او منگا لعویا میلون نزیاد از 70 میلون زیاد عواید ما در همی پنج ما از طریق مستوفیت بعد افغانستان بانک تسلیم نمونیم. 70 میلون در سال گذشته، در سال گذشته 11 میلیون در سال گذشته حکومت قبلی 11 میلیون تمام سال. به گفته او تا کنون قادر شدند در مرکز و ولسوالی های کندوز حدود 5000 جریب زمین که از سوی غاصبین مورد غصب قرار گرفته بود تثبیت و روند تثبیت و شناسایی ملکیت های دولتی همچنان ادامه دارد. مولوی نثار احمد نصرت والی کندوز نیز خواستار توجه همه جانبه وزارت زراعت به ولایت کندوز به ویژه سکتور زراعت شد. آقای نصرت افزود یک سربند در ولسوالی دشت ارچی وجود داشته که از این سربند هزاران جریب زمین آبیاری می شوند. اگر در قسمت ساخت و ساز این سربند توجه صورت گیرد، ولایت کندوز دستاورد بزرگی در زمینه در پی خواهد داشت. نور کارونه دی لکه دشت ارچی ولسوالی که یو سربند دیر مهم سربند لدغه سربند نه ډیرم زکه وبکیږي مخکې په کار سوی و کار ناکامه ده، صحیح نه ده. خوجای غار د تخار مربوط ولسوالي ده، دا هم لدغه سربند وبکیږي. نو دا ډیره ضروره ده چې په دغه سربند باندې کار وسي، بیرته جوړ سي. نو انشاءالله د خلکو ډیر مشکلات به حل سي په دې سره. در همین حال مولوی شمس الدین شریعتی معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری هدف سفرش را به ولایت کندوز فعال نگه داشتن امور زراعتی کندوز، استرداد زمین های غصب شده زراعتی و تنظیم علفچرها و وضعیت ساحات حفاظت شده جنگلات و جلوگیری از شکار حیوانات وحشی عنوان کرده، امارت اسلامی افغانستان را متعهد به خدمتگذاری به کشور دانسته، افزود که فرد مجاهدین امارت اسلامی افغانستان آماده است تا برای افغانستان زجر دیده خدمت صادقانه نماید. وی گفت در تازه ترین مورد بزرگراه سالنگ که سالهای سال به شکل مخروبه قرار داشت، اما به اثر تلاش ها و پشتکار حکومت جدید بزرگراه سالنگ در کمتر از 20 روز به شکل معیاری ساخت و ساز گردید. آقای شریعتی افزود که همکنون بزرگترین پروژه ها مربوط وزارت زراعت است که به اساس خیانت های دولت پیشین کارهایشان به صورت نیمه تمام باقی مانده و آنان میکوشند تا تمام این پروژه ها را به گونه کامل به بهره برداری بسپارند. و کسایی که در بخش زراعت تحصیل کردن امروز اینجا به نظر می رسن ای علامه تعهدشان به ملک و به ملتشان است که هیچ جایی نرفتن. شما شورای سالنگ تیر می شدین، 4 مرتبه بودجه به سالنگ به خاطر بازسازی و ترمیم راه سالنگ ورداشته شده، 4 کیلومتر را خاک هم ننداخته بودند. کمتر از 20 روز توانست امارت با کمترین هزینه و بودجه ای را به شما هموار بسازد تا ترانسپورت ما آسوده تر عرور مرور بکنه. گفتنی است از این که املاک و عشر و زکات در چوکات ریاست زراعت کندوز ملحق گردیده است.
تشکیل این ریاست به گونه واحد منسجم خواهد شد. مقامات وزارت زراعت میگوید هر شخص و یا گروهی که زمین‌های زراعتی را مورد غصب قرار داده باشند دوباره مسترد نمایند. در غیر آن با همچو اشخاص برخورد قانونی خواهد شد. زیرا ملکیت‌های دولتی به ویژه زمین‌های زراعتی ملکیت‌های عامه بوده و هیچ شخص به گونه شخصی از آن استفاده کرده نمی‌تواند.